درود خدمت شما همیهنان عزیز. برنامه ایران در حال گذار رو آغاز میکنیم. امشب قرار بود که مهمان ما در این برنامه خانم سعیده پاکروان باشن، ولی ایشون متاسفانه دیروز از اروپا اومدن به امریکا و نتونستن امشب با ما باشن. بنابراین من از دخترم رخسان خواهش کردم در آخرین دقیقه که با من در برنامه باشه و خیلی ازش تشکر میکنم که در اینجا حضور پیدا کرده. عنوان برنامه رو با خانم پاکروان گذاشته بودیم: نقش امریکا و انگلستان در انقلاب سال 1957 در ایران. و همون کار رو با رخسان تحت همین عنوان شب برنامه رو اجرا میکنیم. و من از اتاق کنترل خواهش خواهم کرد چند دقیقه دیگه که یک ویدیویی که اخیراً در رسانه‌های سراسری امریکا، در تلویزیون‌های امریکا پخش شده، او رو برای شما برای مقدمه بعداً نشون بدم. بعد میریم به مسائل دیگری که مطرح میشه در این زمینه. خب در ایران همه کاری که این رژیم کرده، تمام کارهایی که کرده، با اصول و با منطقی که باید یک دولتی که خدمتگزار مردم و کشوری هست عمل بکنه تفاوت داره. میدونم شما همیهنانی که در رشته کشاورزی هستید و در رشته علوم هستید به خوبی اونچه که الان میگم وارد هستید. در تمام دنیا تنها چیزی، بزرگترین ثروتی که ممالک دنیا دارن، خاکشون و آبشون، بزرگترین ثروتشون، البته هوای تمیزم ثروت دیگری. خاک به دو بخش تقسیم میشه، یه بخش خاک زنده است، یه بخش خاک مرده است. بخش خاک زنده که محصول رو تولید میکنه، حد اکثر یه چیزی در حدود 6 اینچ یا 8 اینچ که میشه 20 سانتی متر، 25 سانتی متر بالای خاکه. برای اینکه 1 سانتی متر از خاک مرده که زیر این خاک روه، خاک زنده، تبدیل بشه به خاک مرده، تبدیل بشه به خاک زنده، 30-40 سال وقت لازم. بنابراین ثروت کشورها این خاکیه که باید حفظش کنند و نگذارن که شسته بشه و از بین بره. در تمام این سالها، این 38 سال، 34 سال، این رژیم توجهی به حفظ خاک ایران نداشته. و همین که سیل‌های عظیمی ما داشتیم در کشور و داریم، و هر دفعه که سیل میاد مقدار زیادی از این خاک زنده رو میشوره و میبره میریزه توی خلیج فارس و دریای مازندران. اخیراً روزنامه‌های رژیم خبری که دادن این چیزی که براتون میخونم: خروج خاک از کشور قانونی میشود. چیزی که میخونم کیهان 12 تیر ماه 1392، کیهان لندن، مطابق با 27 ژوئن 2013. لایحه خاک با تغییر به نام کلیتر لایحه منابع طبیعی به طور مجدد در مجلس بررسی خواهد شد و در صورت تصویب این لایحه خلأ قانونی خروج خاک حاصلخیز از کشور رفع خواهد شد. هدایت الله میر مرادزهی، دبیرکل کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور، در مجلس اینطور میگه: در لایحه جدید که در جلسه آینده مجلس بررسی خواهد شد، خاک حاصلخیز کشور با صدور مجوز قانونی طبق لایحه منابع طبیعی و بررسی کارشناسی، حق خروج از کشور را خواهد داشت. هیچ کشوری پیدا نمیشه که این کارها رو بکنه.
یه همچین ثروت عظیمی که زندگی مردم وابسته است به اون، شماهایی برای اینکه پول در بیارین بریزین تو جیبتون حسابای خارجتون، میایید اینا رو میریزین تو گونیا و همینطوری فکر مردم هم متوجه نیستن، خیلی ها نمیفهمن که فرق بین خاک زنده و خاک مرده چیه، و خیلی ها نمیدونن که خاک زنده اینقدر خاک روه، و وقتی شخم میزنن از قدیم الایام در روستاها و غیره، این بالاست که شخم میزنن، خاک زنده است شخم میزنن و گندم میکارن، جو میکارن، یونجه میکارن و غیره، و آبش میدادن و محصول دارن. شما با این، با کشور و با خاکش، با آبش، با هواش در تمام این سالها رفتاری کردید که مثل اینکه دشمن کشور هستیم واردش. خب برنامه امشب رو همونطور که گفتم، این رو چون دیدم موضوع تازه ایه و علاقه داشتم که مطرحش بکنم آوردمش. همونطور که گفتم خانم پاکروان متاسفانه نیستن، از رخصان خیلی تشکر میکنم که در برنامهش. منم درود دارم به هموطنان عزیز، از شما ممنونم که امشب منم تو این بحث شرکت دادم. خواهش میکنم. خب در این برنامه علاقه دارم ویدیوی کوتاهی رو که به زبان انگلیسی در روزهای اخیر در سراسر دنیا پخش شده و نشان میده که تا اندازه زیاد باعث و بانی شلوغی های ماه‌های آخر دوران پادشاه فقید و خروج شاه از ایران، بازگشت فوری خمینی پس از آن به ایران، پیوستن قره‌باغی، فردوست، فربد، مقدم و غیره امثال اونها به انقلابیون، اعلام بی‌طرفی ارتش و موفقیت سریع انقلابیون، همه و همه مدیون حمایت امریکا و انگلیس و در نهایت فرانسه و آلمان و اسرائیل از انقلابیون بوده. این ویدیو رو با هم میبینیم، دنبال میکنیم، بعد راجبش صحبت خواهیم کرد. چون ویدیو به انگلیسیه، من از رخسان خواهش کردم آخرین لحظه ازش این مسائل پیش اومده، چون شرکت کننده‌ای که باید در برنامه بود متاسفانه نتونستن باشن، ازش خواهش کردم که مطالب رو که به انگلیسی هست در پایان ویدیو به فارسی برای هممیهنان توضیح بده. خب هر وقت اتاق کنترل آماده هست ما ویدیو رو آماده هست. قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنید. I can forgive those who tried to kill me and even abduct my wife and my child, but not those who betray the country. In the new book, Jimmy Carter, The Liberal Left and World Chaos, a Carter-Obama plan that will not work. Author Mike Evans makes the case that Jimmy Carter's potential influence in the current debate over Middle East policy could have catastrophic results for the United States and the world. Evans calls Carter the godfather of world chaos because he says Carter created the firestorm that destabilized our greatest ally in the Muslim world, the Shah of Iran, in favor of the Ayatollah Khomeini. Evans traces the war in Iraq and the war on terror back to the policies of Jimmy Carter. And he warns if the Obama administration follows in Carter's footsteps, there will not be peace and Israel will be sacrificed. ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings, Tom Jarrell, and from Washington, Frank Reynolds. Good evening. Now we know the United States has passed the word to the Shah of Iran. It's time for him to leave his country. This is not being said publicly, but officials here in Washington are confirming it privately. Here's the story from diplomatic correspondent Barry Dunsmore. At the time that the Shah was meeting his new civilian government this past weekend, he was aware that the U.S. had made its decision. It was a subtle decision. The public signal that the U.S. had decided the Shah must go was actually given last Thursday by State Department spokesman Harding Carter, who indicated for the first time that the basic policy of the U.S. was not the continuation of the Shah's reign. The fundamental concerns of the United States and Iran are for that country's stability, independence, and orderly political and economic evolution. The shift in U.S. policy was dictated by the belief
that a civilian government will have no chance unless the Shah leaves. Behind that belief is the concern that if a civilian government cannot be formed, there will either be a right-wing military coup or the emergence of an anti-Western, highly conservative Islamic state. As of the moment, either of those is still possible. Barry Dunsmore, ABC News, the State Department. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people, or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. President Jimmy Carter had a plan for peace in the Middle East, and it's a major focus for President Obama. But as we saw with Carter, Obama might not have the best approach. Mike Evans is a Mideast analyst and author of Jimmy Carter, The Liberal Left and World Chaos, a Carter-Obama plan that will not work. And actually, some of the foundations of Jimmy Carter's policies we're still dealing with today. First off, Mike, Jimmy Carter, a man of peace, he brought peace to the Middle East, didn't he? Anwar Sadat, Egypt and Israel aren't fighting. Shouldn't he be saluted? Sadat was assassinated because of Jimmy Carter. He funded the Muslim Brotherhood with $500 million, and they became known as the Taliban and Al-Qaeda. And that was Zawahiri. He was one of the founders of the Muslim Brotherhood. Jimmy Carter said, makes no bones about it. He is not pro-Israeli. He is pro-Palestinian. Right. Jimmy Carter has an ideological belief system that Obama has to understand, because if he plays that game, we're going to have hell to pay for it. He deposed the Shah of Iran. He conspired through a Guadeloupe summit to overthrow the Shah of Iran. The president of France told me he was a bastard of conscience. He showed up in Guadeloupe with the French and the Germans and told us. And next thing you know, the Ayatollah Khomeini comes over from France, takes over, and nothing's been the same in that region. But how does that relate to Barack Obama? With terrorists and journalists. Peter Jennings was on the plane, Air France. How does it relate to Obama? Obama has an ideological worldview similar to Jimmy Carter. Talk to Iran. Talk to our enemies. Reason with these people. This is really, Jimmy Carter rejected preemption. He rejected the Nixon doctrine. By the way, he was elected on change and hope, and he ran against an unpopular president and an unpopular war. Watergate, Vietnam, Nixon. And the funding of what would now be known as Al-Qaeda really started during the Carter years. Listen, when Carter conspired to overthrow the Shah, and he succeeded, the Empress of Iran, Farah, told me, when he succeeded, Brezhnev said, if you do this, we will invade Afghanistan. They did. The invasion, the Shah told his wife, I fear that horror will come upon the world if he does this, because I fear that the Russians will invade Afghanistan, and Saddam Hussein will invade us, and the radical Islamics will become an epidemic, and they did. The dilemma that most people don't understand about Jimmy Carter, they say, what happened with 9-1-1? Why did we get into this mess? But what they don't understand, this man believed, he actually believed in these radical organizations as he does today, and he was funding Khomeini out of Paris through the CIA. He was supporting this operation through a man called Yazdi. He was getting him into power, working with the president of France, working with the German chancellor and the British. He was organizing, orchestrating a revolution that he thought was going to transform the world in Iran. It did. It did indeed. Most Americans don't know is that in 1976, President Jimmy Carter orchestrated the change of power in Iran that replaced the Shah of Iran with a government led by Ayatollah Khomeini. I tell the entire shocking story about this in my new book, Jimmy Carter, The Liberal Left in World Chaos. I detail how a single decision made in the name of false hope changed the entire structure of the Muslim world and led to the establishment of the fanatical extremist movement that is responsible for terrorism around the world today. The former president of the United States supported the funding of an Islamic cleric who attempted to assassinate America's strongest Muslim ally, the Shah of Iran, and birth an Islamic revolution. Sums of $150 million were being periodically transferred to Paris into the Ayatollah Khomeini's bank account while he was in exile with the assistance of the CIA. Carter told world leaders at a summit meeting of his plan to overthrow the Shah of Iran and that Khomeini would be taking over and was a Gandhi-like figure.
On April 1st of the following year, this Gandhi-like figure proclaimed the first day of the government of God in Iran. It was the birth of the Islamic Revolution. On Inauguration Day 1980 at 4:31 a.m., he secretly wire-transferred $7.9 billion to buy the American hostages back after 144 days of humiliation. He could have planned all this, masterminded all this, set up all the organization. I know that one man alone could not have done it. This I know. I know that tremendous amount of money was spent. This also I know. I know that top experts in propaganda were used to show us like tyrants and monsters, and the other side as democratic, liberal revolutionaries who wanted to save the country. I know how mean the BBC, British Broadcasting Corporation, had been towards us. This I know, because we have all the files. Were you surprised how much freedom he had to speak out in France? In a way, yes. In another way, we thought that wherever he would be in Europe, probably he would have had the same opportunities of speaking, and the same staff would be around him, because I don't think that he himself was planning. The planning was done somewhere else. Where do you think the planning was done? Well, that's the question. و اگر خب قسمت اعظم این ویدیو رو ملاحظه کردیم، دیدین. از رخسان میخوام که ترجمه‌ای که داره برای همیهنان داخل کشور و اونهایی که با انگلیسی آشنایی ندارن براتون توضیح بده. خب شروع میکنه با یه تیکه از شاه فقید که ایشون میگن که من جالبم ازشون هفته دیگه سال شاه و به موقع تقریبا این یه تریبیوتی هم به ایشون میشه که برای کسایی که همیشه بهشون کریتیسایز میکردن که ایشون نوکر امریکاست و به امریکای گوش میداد، نشون میده که نه اینجوری نبود. علازد میگن که من حاضرم کسایی که خانواده منو میخواستن بکشن از بین ببرن یا خودم رو میخواستن بکشن و ببخشم، ولی کسانی که برای مملکت من قرار بود که خطر داشته باشن برای امنیت مملکت من اونا رو هرگز نمیبخشم و از گناهشون نمیگذرم. بعد میره روی قسمتی درباره کتاب جدیدی که درباره کارتر اومده که ایونز نوشته این کتابو، و در اون کتاب به آقای کارتر میگن پدرخوانده آشوب دنیا، و دلیلی که این اسم روش گذاشتن به خاطر که آقای ایونز میگه که آقای کارتر از زمان نیکسون و فورد شروع شده بوده این برنامه ریزی برای براندازی شاه فقید، ولی آقای کارتر آمد و این سیاست و چیز کنفرانس گوادالوپ رو برپا کرد و باعث شد که ایران به هم بپاشه، و با از پاشیدن ایران عراق هم جنگ عراق شروع شد، و میگه که اگر اوباما هم همین راه کارتر رو بره، که متاسفانه به نظر میاد که خیلی از پالیسیش پالیسی کارتره و میخواد فقط صحبت کنه و وقت میخره برای اینا و همین پالیسی کارتر رو بره، همون راه اشتباهی رو که جیمی کارتر رفت میره. بعد تیکه های از فیلم های زمان انقلاب رو نشون دادن که هادین کارتر که سخنگوی کاخ سفید بود میاد میگه که و ما بله ما باید شاه رو بندازیم، مرکز شاه برای اون منطقه آشوب بپا کرده و ما باید اون منطقه رو استیبل نگه داریم و منطقه رو امنش بکنیم و با
باید بره، اگه نره شاه باید ایران نیروی ترک بکنه، اگه نره یا ارتش کودتا خواهد کرد یا این اسلامی ها میان سر کار و در هر صورت و برای ما بد میشه. میگه به هر صورت سیاست ما ادامه رژیم شاه نیستش، شاه باید بره. بعد ریگن نشون میده توی دیبیت های بین ریگن و کارتر که ریگن میگه که من و آقای کارتر بله ایراد میگیرم، بلکه آقای کارتر باعث شد که شاه ایران که دوست ما بود و اون منطقه را امن برای ما نگه داشته بود بره و با رفتن شاه ایران تمام اون منطقه آشوب شد. و دوباره برمیگرده ایونز با ایونز مصاحبه میکنه و ایونز دوباره حرفش میزنه که این پلن کارتر و اوباما کار نمیکنه، برای اینکه زمان آقای کارتر بود.